بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین اهو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا نبینا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. موضوع بحث ما پیرامون جوان و ازدواج آسان همراه با آسایش و آرامش در زندگی بود. هر شب مقدمه ای رو تحت عنوان این موضوع خدمتون تقدیم می کردیم تا نتیجه بحث به اینجا برسه که مکتب اسلام یعنی مکتب وحی، مکتب عصمت، مکتب امامت، مکتب شیعه برای زندگی در دنیای ما برنامه ریزی کرده و اصلا زندگی رو زندگی میدونه که درش دو چیز باشه، یکی آسایش و دیگری آرامش. هم برای آسایش برنامه ریزی کرده و هم برای آرامش. فرق است بین آسایش و آرامش. آسایش مسائل مادی و لوازمات مادی زندگی منظوره و آرامش شرایط و لوازم معنوی و فکری و روحی و روانی. مردم در این زمان دارای، یعنی تقسیم بندی اگه بخوایم بکنیم، بعضیاشون نه آسایش دارن نه آرامش، نه منزلی نه مرکبی، نه پولی نه پسندازی، نه غذای درست حسابی، هیچی. خسرت دنیا والآخره. و نه بین خودشون، یعنی زن و شوهر، تفاهمی، صداقتی. چرا من این توضیح رو به عنوان مقدمه بحث امشب انتخاب کردم؟ به خاطر اینکه گاهی روشن فکرای مریض جامعه اتهام به مکتب اسلام میزنن، میگن اسلام جدا پروره، تشویق به فقر میکنه، اسلام با راحت در زندگی مخالفه، اسلام میگه هر چی زجر بیشتر بکشی نمره ایمانت بالاتره. این مکتب اسلام انسان رو نمیگذاره بالندگی داشته باشه، نمیگذاره رشد داشته باشه. توجه کنید، ما میخوام بگیم اتهام به اسلامه. چطور اسلام مخالف است با پول، با سرمایه داری؟ اسلام مخالف است با معاملات حرام، با ظلم، با منافسه، با اسراف، با حق کشی، با بی‌عدالتی. اسلام با تکبر مخالفه. اسلام میگه مال داشته باش ولی خدیجه باش. مال داشته باشی و ابو سفیان باشی بده. مال داشته باش خانم گوهرشاد باش. مال داشته باش اما سرمایه تو در راه اسلام و در راه دین باشه، به نفع خودت، به نفع زن و بچت، به نفع جامعه، به نفع دینت. قارون نباش، بدمستی نکن، غرور مال نگیردت خودت رو نمرود کنی، فرعون بشی. اسلام این چیزا مخالفه. این اتهام به اسلامه که بعضی ها میان میگن اسلام میگه فقیر باش، بدبخت باش. اتفاقا تو روایات ما خلاف اینو زیاد دیدیم. آمد خدمت امام صادق،
دید امام صادق توی یه اتاق خیلی کوچیکی، یه خونه بسیار محقرانه زندگی میکنه. این آقا یه خونه داشت خیلی بزرگ، رفت تا این منظره رو دید، خونه‌ش رو فروخت و اونم رفت اندازه خونه امام صادق، یه خونه 40-50 متری گرفت و یه اتاق وسط اتاق هم یه پرده و زن و بچه اون ور و مهمون میمدن این ور و از این بازی ها. بعد آمد خدمت امام صادق شیرین کاریشو بگه، گفت آقا من خانه بزرگ داشتم، اسب داشتم، شتر داشتم، مرکب داشتم، زن و بچه‌م راحت بودن، ولی وقتی زندگی شما را دیدم، دیدم ای وای من خیلی اشتباه کردم، رفتم تمام زندگیم رو فروختم در راه خدا صدقه دادم، عین شما یه خونه کوچیک. حضرت فرمودن شما خیلی بیجا کردی، شما خیلی اشتباه کردی. گفت شما فرمود من رهبر این جامعه هم. رهبر یک امت باید از نظر زندگی با فقیرترین فرد جامعه برابری کنه زندگیش. من امام صادقم، من مسئولیت رهبری جامعه اسلامی به عهده دارم، تو بیخود کردی اومدی خودتو با من مقایسه کردی. و جالب اینه که امام صادق فرمود یک سعادت هر مردی چند چیزه، یکی به خونه بزرگشه، به خونه بزرگشه، به مرکب خوبشه، به اینه که فرزند خلف داشته باشه، به اینه که همسر قانع داشته باشه، به اینه که همسایه خوب و ساز داشته باشه. این روایت خیلی مفصلیه. امام صادق نه تنها این که استقبال از کار این آقا نکردن، بلکه توبیخش هم بله کردن، که تو بی جا کردی زن بچه تو حیات میکنی، بی خود کردی. حتی تو بحث اسارت اسلام میگه اگر بین اسرا در بین اینو دقت کنید، اینو کمتر شاید بهش توجه کرده باشید، خیلی گوش بدید، خیلی دقت کنید، مطلب خیلی مهمه. چون اسلام حرفای قشنگ قشنگ زده، آدم دلش میسوزه که چرا اینقدر اینا بی انصافن و چرا دشمنان اومدن حقایق دینی دارن کتمان میکنن و از بی اطلاعی مردم خصوصا خیلی از جوانها به محتوای اسلام دارن سوء استفاده میکنن. من عمدن این مطالب دارم دقت میکنم و بهش میپردازم و تأکید میکنم، هم برای خود شما و هم از شبکه سلام میان دوستان عزیزم از شبکه سلام که تمام این برنامه ها در آمریکا، ایرانی های مقیم آمریکا این برنامه رو خواهند دید، من برای آقایون ایرانی ها و خواهرای ایرانی که در آمریکا اونجا زندگی میکنن و فضا برای بر علیه اسلام اونجا خیلی گسترده است، من میخوام به ایرانی اونجا بگم عزیزان من، مسلمان های مقیم آمریکا، شیعه های مقیم آمریکا، گوتون نزنن، با وجودی که میدانم شما عاقل تر از این حرفایید انشاءالله. اسلام حتی تو قصه جنگ و اسارت میگه اگر بین اسرا یه شاهزاده ایه، یه عالم متمولی بوده الان اسیر شده، نسبت به بقیه اسرا هواشو بیشتر داشته باشه. و این قصه رو امیرالمومنین تو قصه اسرایی که از ایران گرفتن که شهر بانو همسر امام حسینم بینشون بود، عملا این سیره سیره ائمه است. یعنی نه تنها اسلام از سرمایه دار متنفر نیست، بلکه سرمایه دارها رو تشویق میکنه که در امور اجتماعی، امور خدماتی میدون بیاین. اسلام خیلی رو سرمایه تاکید داره که حتی به پیغمبر گفتن یا رسول الله، ظاهرن یه حدیث قدسی است، سه عامل باعث شد اسلام گسترش پیدا کنه و تو در تبلیغت موفق باش: یک، خلق نازنین و خوش محمد صلی الله علیه و آله و سلم، خود جذبه پیغمبر، خلق خوش پیغمبر خیلی رو کشون، دوم سرمایه حضرت خدیجه، سوم دلاوری ها و جانفشانی های مولا الموحدین، مولا الموالی، مولای متقیان، امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه.
اسلام میگه زرنگ اون کسی که هم آسایش در زندگی داشته باشه هم آرامش. زندگیت باید مرفه باشد. زندگی چند جوره؟ یک زندگی معمولی است، یک زندگی رفاهی، یک زندگی تجملی. من از شما سوال میکنم، بلند جواب بدید، اسلام با زندگی کدام قسم مخالف است؟ تجملی. اسلام میگه زندگیت رفاهی باشه، یعنی از ضروری و معمولی هنر داشته باش، در مسیر شرع با لقمه حلال، با رزق و روزی حلال، با کار و تلاش، بدون ظلم زندگی تو به رفاه برسونی، زن و بچه‌ت راحت باشن. خب بله، تنهانه داره 100 متره، اما 5-6 نفرن، مشکلشونه. این زندگی ضروری. اسلام میگه یه تلاشی، یه زحمت بسیاری، یه همت بلندی در مسیر حق بردار، بدون اینکه خدای نکرده با این نزولی، رشوه ای، گناهی، ظلمی، حق و ناسی بشه، این خانه 100 متری رو بکن 500 متر، میتونی بسم الله، تشویقت هم میکنیم، اما نه از راه حرام. میخوام به شما اینو بگم جوانها، اسلام مکتب جدا پرور و فقیر زیاد کن نیست. این اتهامو باید از اسلام برداریم، عینکاتون رو عوض کنید، دیدگاهاتون رو به اسلام عوض کنید. اسلام تشویق میکنه به کار و تلاش. خب زرنگ اون کسی که در زندگیش راحت زندگی کنه. اسلام با ماشین مدر مخالف هست؟ نه. اسلام با زندگی وسیع مخالف هست؟ نه. اسلام با وسائل خوب و رفاهی مخالفه؟ نه. اسلام با یه چیز مخالفه، میگه زندگی انسان یه ورودی داره یه خروجی، مواظب باش ورودی مال به زندگیت حرام نباشه، خروجیش هم در راه حرام باشه. رو مرز برو جلو، رو شهر برو جلو، حرام و حلال قاطی نکن، میشه هنر زندگی. این لذا جوانها چرا میگن دعای آدم بیار مستجاب نمیشه؟ چرا من انسان که بیاره و میتونه دنبال کار و تلاش بده و نره، منفورترین شخص از نزد خدا؟ آیا اینها دلیل بر این نیست که اسلام میخواد تو فقیر نباشی؟ میخواد سرفنده نباشی؟ میخواد عزت نفس داشته باشی؟ اینا همش دلیل بر اینه که مسلمون باید قوی، هنرمند. اسلام میگه داشته باش، کمک کن، عبدالله جعفر باش، شوهر حضرت زینب، سه مرتبه تمام داراییش رو بین فقرا تقسیم کرد. چقدر امیرالمؤمنین عبدالله جعفر رو دوست داره، اما تاجره، هنر تجارت بلده. اولش رو تقسیم میکرد، دوباره با یک تجارت ماهرانه، جو بازار دستش بود، بلد بود چه بخرد چه بفروشد، کی بخرد کی بفروشد، سری دوباره مال حلال جمع میشد دوباره پخش میکرد. خود امیرالمؤمنین بیش از 1000 قنات امیرالمؤمنین آباد کرد. امیرالمؤمنین چقدر باغات نخل و نخلستان آباد کرد و همشو در اختیار فقرا میگذاشت. ائمه ما همشون زحمت کش بودن. اسلام امر میکنه به این که شما تلاش بکنی، و حتی قرآن میگه که فقر گاهی کفر میاره. اینقدر از فقر مردم جهنمی میشن، از ثروت جهنمی نمیشن. بر این که بدانی جوانها، دره فقر از دره غنا و ثروت عمیق و خطرناک داره، بدانید اینجوری. خیلی از جهنمی ها فقیرن، چون فقر داشت دزدی کرد، چون فقیر بود حسادت کرد، چون فقیر بود کمکاری کرد، چون فقر داشت ظلم کرد. بعضی ها فقیرن، جیبشون خالیه، دنیاشون ناقصه، آخرشون هم به باد دادن. من دیدم طرف یه کارگره، بدبختی میکشه، پول جمع کرده رفته ماهواره خریده. برای چی؟ برای اینکه شبا بشینه چی ببینه؟
خودش برای یکی گفته بود، چون من تا شبها برنامه مبتذل و سکس ماهواره نبینم نمیتونم بخوابم فردا برم دنبال حمالیم. من نمیخوام بگم همه فرابیدینن، اما میخوام بگم این نگاهی که به سرمایه دارها دارید، فکر نکنید فقرا همشون نماز شب میخوانن، نه، هم فقرش اگر کسی ظرفیت نداشته باشه جهنمیش میکنه، هم ثروتش. اسلام میگه فقر کفر میاره، اسلام میگه فقر انسان رو زودتر به انحراف میکشونه، لذا با فقر مبارزه کنید. این مقدمه یه بحثه که زندگی باید آسایش داشته باشه و آرامش. حالا یه سوال، چه کنیم در زندگی آسایش پیدا بکنیم؟ من سخنانش رو قبلا کردم، نوارش هم شاید تو نوار فروشی ها باشه. 14 نکته از قرآن برای عوامل روزا بیان کرده، من این ممبرش رفتم. 14 عامل فقط قرآن میگه، نزدیک به 80 عامله که روایات میگه، یعنی ما نزدیک به 100 عامل در این مکتب اسلام که چیکار کنیم رزق ما زیاد. یکیش خوش اخلاقیه، من که نمونهشو بگم رد بشه، قرآن هم میگه خوش روحی مال میاره، با مردم درست صحبت کردن وسعت مال بهت میدن. اصلا تو خوش روحی نون هست. دوم تواضع، تو تواضع نون هست. آدم متواضع در دنیا راحت میتونه زندگی، آدم متکبر همه ازش میرن، رونده میشن. خود پیغمبرم خدا میفرماد اگر متکبر بودی، اگه غلیظ القلب بودی، اگه سنگ دل بودی، اگه پرخاشگر بودی، مردم دور و برت بله نمیدن. تواضع نون توشه، خوشرویی نون توشه. های بحثی داریم ما، هنر فروشندگی، هنر فروش چقدر خوبه که در مشهد شما این سری کلاس ها ما در اصفهان تو این دانشکده علم و زندگی گذاشتیم. هنر فروشندگی، هنر خریدن. آدم میخواد چیز بره بخره، اسلام برای خریدن چه دستورالعملی داره؟ روانشناسا چی گفتن؟ روایات چی میگه؟ باور بفرمایید، نکات خیلی زیبا. آقا میخواد مغازه باز کنه، وقتی یه مشتری تو مغازش میاد چجوری با این مشتری برخورد کنه؟ هم قرآن میگه، هم روایات میگه، هم دانشمندان روانشناسی و جامعه شناسی گفتن. کلاس میخواد. و ای کاش این کلاس ها رو برای مردم میگذاشتن تا مردم از نظر حتی خرید و فروش موفق میشدن و هنر فروشندگی پیدا میکردن، هنر خریدن پیدا میکردن. این که چه کنیم در آسایش موفق باشیم، این بحث من نیست. بحث من اینه چه کنیم در زندگی به آرامش برسیم. حالا تو سفره چی هست خیلی مهم نیست، حلال باشه. در و دیوار خونه دکورش چقدر میارزه یا اصلا دکوراسیون داره یا نداره مهم نیست. خشت و گل خونه چه جوریه مهم نیست. ابعاد مساحت زمین خونه چقدره اینا خیلی بله مهم نیست. مهم اینه که ما با همسر خودمون چجوری برخورد بکنیم که همسر ما تو دلش نگه عجب غلطی کردم شوهر کردم و عجب غلطی کردم به این جلاد شوهر کردم، به اینجا نرس. از اون طرف مرد نیاد شک کنه بگه الهی قدم ها و قلم های پام خورد میشد خونه اینا نمیرفتم خواستگاری، رفتم گرگ برای خودم گرفتم. این عمر 30 ساله منو 3 سال میکند و این حرفا که خیلی ها میزن. ما میخوایم به اینجا نرسه، ما میخوایم کار به جایی برسه که زن افتخار کنه گوهری مثل او دارد، مرد افتخار کنه همسری مثل ای دارد. به این آرامش آدم چیکار باید بکنه؟ اومدیم یه قانون اساسی از قرآن کریم جمع کردیم که هر کی میخواد به این آرامش برسد باید به این قوانین زندگی توجه کافی و کامل داشته باشد. یک، صداقت در عشق ورزی. قرآن کریم در سوره مبارکه بقره آیه 264 میفرماید ولا تبت صدقاتکم بالمن والاذا. این یه نکته ایست، درسته قصش صدقه است، اما صدقه یعنی کار خیر کردن. قرآن میگه وقتی کار خوب میکنید با منت کارانو خراب
نکنی. توضیح هم دادم بعضیا رشوه خوری دارن در روابط اخلاقشون، رشوه خاری عاطفی اسمشو گذاشتیم که شب دوم بحث شد تمام شد. من فقط آدرس آیاتشو میدم. دوم، رابطه های فردی خودتون رو رهبری بکنید در کنترل خیشتن. چی بگم، کی بگم، چگونه بگم، با که بگم، چه اندازه بگم، با که برم، با که بیام، سر سفره کی بنشینم، سر سفره من کی بنشیند، با کی رفاقت کنم، با من کی اینو باید دقت کنید، خودتون رو ول نکنید. این دومین قانونه. قرآن میگوید در سوره فرقان، ازا من رو به لقو من رو کرام، کنترل کن خودتو. اگر توی مجلسی رفتی دیدی مجلس باب دین تو نیست، آقا این مجلس پر از بزن و برخص و بکوب و گناه، خب یه نگاه بکن تو مجلس ببین میتونی امر به معروف کنی، ببین میتونی نهی از منکر کنی، ببین میتونی تغییر بدی، میتونی بسم الله، بلدی بسم الله. آخه امر به معروف کردنم 30 نکته باید رعایت کنی، 30 مطلب تو همین یک کلمه آدم نصیحت میخواد بکنه. من یه بار رفتم دکتر، یه آمپولی داشتم بزنم، تو نوبت بود، یه دو سه نفرم جلو ما بودن، من تو که نشستم اونجا یه کاغذی تو جیبم بود برداشتم و یهو به ذهن من رسید، دیدم این آقایی که میخواد سوزن بزنه برای یه آمپول زدن 30 نکته اونجا من به ذهنم رسید، سریع نوشتم. حالا این چند موردشو براتون میگم. بعد دیدم دقیقا همین کارا رو ما باید تو حرف زدنمون داشته باشیم. مثلا وقتی یکی میاد آمپول بزنه، این دارو رو که میبینه، آقایی که به چی میگن تزریقات چی، میفهمه که این دارو باید تو عضله بزنه یا تو رگ. اگه جا به جا بزنه انا لله و انا الیه، کجا بزنه مهم. دوم، اگر قراره که مثلا پنسلین باشی با آب مقطر پاک، اونم نه هر آبی، رقیقش میگونه که داروی چکش کن مریض اذیت بله نکنه. سوزنش یه بار مصفه، وقتی میخواد بزنه با پنبه الکلی محلی که میخواد سوزن رو فرو ببره ضد عفونی میکنه، زود این سوزن رو خلاصه معطل نمیکنه. دو ساعت یه سوزن بزنه، نه شاید کمتر از یک دقیقه چند ثانیه میشه، با مریض حرف میزنه برای اینکه زیاد درد رو احساس بله نکنه. حال چطوره، انشالله خوب میشی، چند بار تالا سوزن زدی، تا مریض بیاد جواب بده تموم شده، میگه باش برو. اون سوزن این خیلی مهمه. حالا من نمیخوام امشب درس امر معروف بدم، میخوام بهتون بگم بابا این ازا مرو به لقب مرو کراما یعنی چی. اون سوزنی که دارو توش میکنن بهش چی میگن؟ سرنج. این سرنج، این سرنج، خب انواع و اقسام داریم. سرنگی که برای گاو میزنند رو دیدی؟ من خدا نمیخوام شوخی کنم، دیدید؟ بزرگه. اینو بردارن مثلا یه سوزن تقویتی بخوان یکی بزنن با این، این تا اینو میبینه در میره. الان نظر روانی خود سرنگ هم خیلی مهمه، باریک باشه، نازک باشه، کوچیک باشه، که مریض احساس خطر نکنه، بگه سرنگی که ما دیدیم زنده از این اتاق بیرون بله نمیریم. کلمات قلمب سلمب نباشد، منظور اینه کلمات قلمب سلمب نباشد، خیلی مطلب بزرگش کن. معمولی خودمونی با یه شعری و یه قصه ای لطیف ظریف، بعد اینقدر معطل نکن. بعضی از آیون میخوان یه جوانی رو نصیحت کنن، یک ساعت و نیم دو ساعت مخشو میذارن تو فرغون به قول خداشون، هی حرف میزن، یه مقدمه یه نیم ساعتی، تازه یه زل مقدمه یه 45 دقیقه‌ای، بعد یه نتیجه ای که نیم ساعت بعد توضیح بدن. جوان هی تو دلش میگه الهی جلوت باد کن، الهی من قلمم هم شکسته بود و پیشه ای اصلا، ای کاش من اینو ندیده بودم. بابا اینجوری که نصیحت نمیکنن، دو تا کلمه خیلی مختصر، کم قل و دل. حالا میتونی نصیحت کنی در زمان، حالا اون هوای
خود سرنگم بله میگیرن که اگه هوا توش باشه مشکل برای مریض پیش میاد. یکی از چیزایی که تو امر معروفه اینه که هوای نفس را از این کار خارج کنید، برای اینکه طرفو بکوبیدش تیکه بش نندازید، برای اینکه خودش کنید نصیحت نکنید، برای اینکه بگید من بالاتر از تو اما من بیشتر از تو میفهمم، هوا گرفته بشه محزن لوچ الله، برای خود خدا فقط حرف بزن، نخواه یکیو از بین ببری پایین بیری بالا، چون هوای نفس اگر در عملی بیاد اون عمل رو خراب میکنه، اثر از بین میره، معکوس هم هست. خب حالا میخوای سوزن بزنید جاشو با چی بگید؟ پنبه الکلی ضد عفونی باید بکنی، باید تمام افکار بدی که نسبت به این کار داره رو از بین ببری، باید همه شیطنت ها رو از بین ببری. میتونی امر به معروف کنی بسم الله، نمیتونی حرف نزن، حرف نزن. چرا؟ چون میای ابروشو درست کنی بله، چشم بابا رو هم کور میکنی. آقا ما یه چیزی هم بهتون میدیم ما میگیم امر معروف، برای خیلی امر معروف اصلا حرامه، واجب نیست، حرام. چرا؟ چون آداب داره امر معروف از منکر، آموزش میطلبه. اگر خلافشو انجام بدی طرف از دین زده میشه، از آخون بدش میاد، از مسجد زده میشه. ای کاش از دانشمند طرف بدش میومد، از روحانیت متنفر میشه. این حرامه، من حق ندارم یه کاری بکنم که یه کسی منو ببیند از روحانیت زده بشود. ما اگر مردم برای روحانیت جذب نمیکنیم زده هم نکنیم. لذا وقتی نمیتونی حرف بزنی، بلدم نیستی، بلدم باشی میبینی دیگه جا حرف بله نیست، کسی گوشش بده کار نیست، استادی در امر معروف. اما این گوش ها گوش نیست، میگفت گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، آنچه البته به جایی هست فریاد است. میبینی دادم بزنی فایده نداره. قرآن میگه پس بیا سبک نکن خودتو، امر به معروفم له نکن، و ازا مر رو به لغو مر رو کراما. بلند شو بینی عروس ها محرم و نامحرم قاطی هن، ساز و آواز گناه، کاری که ما میکنیم شما یاد ما دادن اساتید ما، تا وارد میشه بینیم اوه مجلس مجلس دینی نیست، نه ناله ای نه نفرینی، الهی عروسیتون به عزا تبدیل بشود. نه امیدوارم امشب شب آخر عمرتان باشد. قلب امام زمان رو لرزان دید، خدا جد آبادتون رو بلرزان. نه تا آدم دو دقیقه بشه میبینه ای اینا اینگار دیگه دارن، هرچی هم نگاه میکنی میبینی. آخه قرآن میگه آدم مجرم، آدم گناهکار رنگ و روش رنگ رخسار خبر میدهد از سر درون، اصلا نگاهاشون پیداست، اینا سایه آخوند و تیر میزنن پیداست، اصلا مخالف عبا امامن، اصلا نمیخوان ببیندت دیگه، چه برسه بخواد گوش برفت بده. من اگه نمیتونم شما رو مثل خودم کنم، خودم رو که میتونم نجات بدم؟ میگم آقا انشالله مبارک باشه، امری ندارید ببخشید، واجب بود چند دقیقه خدمتون برسم، کار زیاده مشکلات زیاده، مبارکتون باشه، زود بیا بیرون، خودتو کنترل کن، در برخود خودتو کنترل کن. قرآن میگه خب دیگه چی؟ قرآن میفرماید لا تنازعوا، اهل دعوا نباشید، لا یسخر قوم من قوم، مسخره کسی نکنید، خودتو کنترل کنید، ولا تنابزوا بالانقاب، لقب زشت به هم دیگه ندید، از دهان رو زنجیرش بکن، هر چی دلش میخواد نگو، چون این زبان خیلی دعواها را درست میکنه. از امام سجاد سوال شد آقا بدترین عذاب تو اعضای بدن کدوم عضو میبینه؟ فرمود زبان. چرا؟ چون این زبان آسیب به بقیه اعضا هم رسونده، صبح به صبح زبان، صبح به صبح زبان به اعضا و جواره احوال پرسی میکنه، زبان به چشم میگه حالت چطوره؟ میگه ای تو بذاری خوبه، به گوش میگه آقا گوش حالت چطوره؟ میگه ای تو بذاری خوبه،
به دست میگه. بعد سوال شد که آقا تو بذارید خوبه یعنی چی؟ گفت برای اینکه این زبانه یه حرفی میزنه بی رب، طرف مقابل عصبانی میشه با مش میذاره پاچشی طرف. چرا اینجا سیاه شد؟ چرا ضربه دید؟ بانی این بدبختی کی بود؟ زبان. ببنی زبانو، کنترلش. رابطه های فرد خودتون رهبری کن. سوم، در مورد حوادث و اتفاقات زود قضاوت نکنین. اصا انتوه بوشه ان اصا انتکره که خوندیم. چهارم، حوادث و اتفاقات رو بزرگ نمایی نکنید. او طرف رو میگه من سلامش کردم جواب نداد. خب احتمال بده بنده خدا حواسش بله نبود. بعضی وقتا تو خیابونا یه دعواهایی ما شیعه ها میکنیم، ما مسلمان ها میکنیم، خدا میدونه گاهی شیطون شرمش میاد از کارا. ما بزن جلو زن و بچه، فوش ناموس، حرفای رکی. بعد که خوب همدیگه رو میرونن به هم، خسته میشن از دعوا، میگیم خب حالا چی شد دعوا کرد؟ چرا بوق میزنی؟ برای یه بوق چه دعواها و چه چاقو کشی ها. بعدم جالبه میگیم از تکنولوژی قرن 21 قرن خورشید تسخیر ما عصر فضا. باور کنید خیلیامون هنوز از دوران جاهلیت 1400 سال پیش و 1500 سال پیش بعضی اون بدتریم. اونا هم همینطور بودن، یک دعوا میشد 10 نفر کشته میشدن. سر چی؟ چرا گاوت اومده تو مزرعه ما یه پوز زده به علف ما؟ برای گاو 10 تا رو میکشت، حالا برای یه بوق 10 تا چاقو توش کم هم دیگه فرو میکن. ولی اون موقع موبایل نبود، حالا موبایل. اون موقع تن به تن بود، حالا با یک مسیج، با یک تلفن، دختر خاله، دختر خاله همه میان. طایفه ای دعوا میکنه. بعدم میگیم اصل تکنولوژی، این تکنولوژی بشر را نتونسته آدم کند. اونی که بشر رو آدم میکنه ماشین آخرین سیستم نیست، سنگ گرانیت متر چند هزار تومنی نیست. او قدیما تو همین فرهنگ ایران خودمون خونه هاشون خشت و گلی بود، ولی بین کوچکتر و بزرگتر پرده حیا بود. خونه هاشون خیلی فقیرانه بود، اما حرمت زن و مرد سر جاش بود. سید حرمت داشت، ریش سفید حرمت داشت، محرم و سفر حرمت داشت. قدیم هر چیزی سر جاش بود. لات و لوتای عرق‌خورا بپرسید از بزرگترا، عرق‌خور نبودن ولی عرق‌خور تو محله داشتن، بپرسید. عرق‌خور بود طرف، لات لات بود. روز آخر ذی‌حجه دهن شاب میکشید، راستی راستی مردونه 2 ماه شراب خوری میزنن مردونه. اما الان شب عاشوراش بعضی عرق میخورن. شب عاشوراش برید تو مبارزه با مفاسد اجتماعی دنیای انتظامی یا جای دیگه بپرسید، ببینید شب عاشورا چقدر مجرم میارن. چه کردی؟ رخت خواب زا. چه کردی؟ چه گناهایی؟ میگیم شب عاشوراست بیدین. میگه عاشورا 1400 سال پیش امام حسین کشتن، تموم شد رفت، خبرش دیر به شما رسیده. عاشورا چیه؟ خوناشون هم گرانیتی بله نبود، بنز الگانس هم زیر پاشونه، یه خر سوار می شدن. خیلی هم اولاغ نداشتن، مرکب هم نداشتن، دست هم پینه زده، تو کاسه گلی هم غذا می خوردن. چینی زرین نبود و نمیدونم آلکوپال نبود و نم چی نبود و چی نبود و سفره های آنچنانی نبود. اما آقا هر چیزی رو حساب کتاب بود. الان مال رفته بالا، اخلاق و ادب و حیا و دین بله اومده پایین. جوریه حالا آقا دعوا میکنه سر چی؟ سر این که چرا جلو من پیچیدی؟ شما تو رو خدا توی خیابونا برید ببینید، یه بدبختی میخواد به قول ما سانه توی تقاطع، شما میگید بریدگی، از یه بریدگی بخواد بیاد تو جاده بیفته چقدر باید معطل باشه؟ و یکی نیست را به این مادر مرده بیچاره، طرف 2 کیلومتری داره چراغ میزنه، بیای پوز ماشینتو میمالم.
مسلمون هم هست. خیلی بد شدیم، ببخشید ها، من یه آخوند روکی هم. خیلی بد شدیم، خیلی خیلی بد شدیم. صفات خیلی خوب هم داریم ولی بدیامون داره زیاد میشه. نمیدونی چه خبر است. نه رحم، نه انصاف، نه تعاون، همکاری، نه دلسوزی. همه داره یکی یکی از جامعه ما رخت برمیبند. طرف با جناقش، شما با جناق میگید دیگه، ما میگیم همریش. با جناق بهتره چون بعضی از این همریش ها ریش ندارن، سیبیل هم ندارن دیگه. بعضی با جناقش، مورد من داشتم 5 سال با هم قهر بوده. خود من تو این مورد خودم دخالت کردم. با این حرف میزنیم، میگفت من با چناق ندارم، حرفش آجا نزد. جالب اینه که هر دو بزرگوار مسجدی، آدم از این میسوزه، هر دو مؤمن، هر دو صاحب ادعا، هر دو حدیث میخونن از من آخون بهتر، ولی کینه ای. بعد گفتم چرا اینقدر شما با هم بدید؟ خوب ناخون زدم، دیدم این 5 سال پیش خونه پدر زن با هم بودن، دو تا بشقاب مرغ آورده بودن سر سفره، تو یک از این بشقابا یک گردن بوده و دو تا بال. این میاد میذاره جلو با جناقش، میگه من سگم و سخون جلو من میذاری دعوا میشه. میگم به این منبر امام حسین برای یه قصه کاملا معمولی که طرف میگفت والله بالله من نمیدونستم، ما تازه با این میگردم مثلا سرش میشه، سر یه شوخی که هی قسم خورده، پیشونیش بوسیده، عذرخواهی کرده. 5 سالی با دوتا با جناق با هم قهر بود. چرا؟ اتفاقات خیلی بچگونه رو بزرگش. چرا به اسم من گفته یابو؟ چرا من اینجوری نگاه کرده؟ بابا امیرالمومنین میگه گاهی میان از کنار من رد میشن، اسم علی میارن. اوی نه ها، بابا که داره میره نه، یارو نه ها، اینا نه، با اشاره نه، اسم منو میارن و سب به علی میکنند و توهین به علی میکنند. اسممو میارند و توهین میکنند. من رد میشم، میگم لابد با یه علی دیگه است، با یکی دیگه است. بعد میفرماد مثل عود باشید، عود هرچی آتشش بزنن بوی خوشش. بعضی مثل لاستیک سوختن، تایر رو دیدی گاهی آتش میگیره، چشم میسوزه، حلق میسوزه، بینی میسوزه، همه اینجوری در میره. اما عودم آتیشش میزنن، دودم ازش بلند میشه، اما دود عود رو هر کی استشمام کنه لذت میبرد. حضرت میفرماد شیعه های ما مثل عود باشن که اگر در اوج عصبانیت آتیش گرفتن بوی خوش بدن، فوش ندن، توهین نکنن. قرآن میگه تو سوره مائده آیه 54 لا یخافون لومة لائم. حالا اگه یکی سرزنشت کرد، یه تیکه بهت گفت، نترس، ناراحت نشو، کارتو بکن، دنیا همینطوره. در هر مسیری قرار بگیری 4 تا خوششون میاد، 4 تا بدشون میاد. اگه فکر میکنی در خونه رو ببندی از خونه بیرون نیای کسی پشت سرت حرف نمیزنه، اشتباه میکنی. بیشنی حرف میزنه، را بری حرف میزنه، بخوابی حرف میزنه، بیدار باشی حرف میزنن، بدوی حرف میزنن، هر کاری بکنی این مرد حرف میزنن. ملا با پسرش ها با علاقه داشت میرفت، چنیدید؟ خیلی نکته جالبیه، بهترین خطکش برای جامعه شناسی امروز همین لطیفه ملا نصرالدین. پسره ایم گفت بابا مردم خیلی فهمیدن، مردم خیلی بزرگوارن. گفت آره بابا، حالا من فهمیدگی مردم ها نشونت میدم. دوتاشون سوار الاغ شدن، یکی اومد رد بشه، گفت چقدر اینا بی رحمن، دو پشت سوار الاغ میشه. گفت شنیدی؟ گفت حالا تو پیاده شو پشت سر من بیا. بعد یه رسید گفت چقدر این بابا بی رحمه، خودش سوار شده پسر پیاده میره.
بیچاره پسر. گفت شنیدی بابا؟ گواره. گفت الان تو سوار شو من پیاده میرم. پسر سوار شد، یکی دیگه اومد گفت چقدر پسر بی تربیتی، او سوار شده بابا بیچارهش داره پیاده میره. گفت بابا دفتمون پیاده میریم. یکی دیگه رسید گفت اصلا خرهایگن خر خریدن خالی میره. گفت ما چه خاکی بزنیم کنن دست این مردم؟ شما میگونید میتونید جلو دهن مردم بگیرید؟ نمیتونید. این فک مردم ها تکون میخوره، هرچی دلشون بخواد میگن. تو کار تو بکن. لا یخافون لومت لائم. ریش بذاری؟ اوه نذاری؟ یه جور دیگه. مسجد بیای امولی، نیای یه جور دیگه. دنبال آخون بیای مرتجعی، نیای یه چیز دیگه. نماز بخونی مسخرت میکنن، نخونی همینطور ایراد میگیرن. پس اگر ما دنبال حرف مردم باشیم نمیتونیم زندگی بکنیم. کار تو بکن. متلک های مردم هم خیلی جدی ولی نگیری، کارتون رو بکنید. اینم نکته بعدی. نکته بعد این که احساس حق به جانبی خودتون رو کنترل کنید، نه تکبر و منیت داشته باشید، ولا تسعر خدک للناس، نه کمبین و احساس غارت، لا تلمزو انفسکم. هفتم، با برداشت غلط و فکر اشتباه زندگی خودتون رو تلخ نکنید. لا تقف ما لیس لك به علم. خیلی این جالبه. عصای 29. ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك. بابا با دست خودت نیا، دست به گردن خودت بنداز و بگو چرا اینقدر بدبختم؟ چرا خودت رو بیچاره میکنی با دست خودت؟ هشتم، سماجت در تغییر رفتار یکدیگر نداشته باش. حالا این وقت یکی میاد از خانمش خیلی خوشش نمیاد، این صفت رو داشته باش، هی گوشزد بکنه، کم کم طرف لجباز میشه. اگر از رفتار کسی خوشتون نیامد، چند تا پیشنهاد من میکنم از اسلام. یک، به جای انتقاد پیشنهاد کنید. چرا؟ چون ذاتن بشر از انتقاد خوشش بله؟ نه. به جایی که بگید چرا چنین کردی، بگو بهتر نبود از این مسیرم تجربه میگه. خدا رحمت کنه استاد ما، استاد ما همینطور بود، خدا بیامرز. وقتی یه طلبه یه مشکلی میداشت خیلی جالب بود، 10 دقیقه مثلا صحبت میکرد، 8 دقیقه تعریفشون رو میکردن. 8 دقیقه. روانشناسم بود، جامعه شناسم بود، مجتهد، ملا، مرحوم آیت الله امامی، جامع بود، دریا، خوب میشناخت افراد رو، این چشم آدم شناس بود. لذا دست میذاشت رو صفاتی که خود آدم داشت و خبر نداشت. میگم شما اینجوری هستید، اینجوری هستید. امید من به شما دارم، شما برای امام زمان من میدونم به درد میخورید. آقا دوستتون داره، اگه دوستتون نداشت سرباز امام زمان. از این حرفا 8 دقیقه 9 دقیقه تعریف میگن، 1 دقیقه آخر میفهمود که من به ذهنم میرسه که به جای اون عمل اگر این عمل رو انجام بدید شاید بهتر باشه، حتی شاید من اشتباه بکنم. روش فکر بکنید، خبرش رو بعد به من بدید. یقه نمیگرفت، تون نمیشد، توبیخ نمیکرد، محاکمه نمیکرد، دادگاه تشکیل نمیداد، داد نمیزد. به جای انتقاد بله اشتباه. یک. دوم، بیان فضای استدلال رو تو زندگیمون پیاده بکنیم. حرف نزنیم مگر اینکه باش دلیل داشته باشیم. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم بالتی احسن. سوم، بیاین با عمل طرف رو آگاهش کنید. یه قصه بگم براتون. از طرف خلفای بنی العباس یه آقایی رو مأمور کردن بره شهر بلخ فرماندار بشه. گفتن برو بلخ بزن بر اونجا. مالیات نمیدادن چون فقیر بودن. گفت برو هر طوری هست مالیات حلقوم زن بچه‌شون بکش بیرون. گفت چش. مصمم بود پدر مردم رو در بیاره.
بازن بچهش وقتی وارد بلخ شد اولین کاری که کرد حکم خلیفه رو خوند و گفت من چنین میکنم چنان میکنم پدرتو در میارم مالیاتو از سفره هاتون برمیدارم. با این سخنرانی مردم بیچاره بلخ آرامششون به هم خورد و صدا فقیر فقرا ناله هاشون بلند شد و هرچی التماس کردن هم فایده نداره، این مصممه بگیره، نداشتندم بدن. چند نفر گفتن خوبه بریم پیش زن فرموندار به خانومش بگی. زنای فقیر و بیوه و بیچاره آمدن دست به دامن این همسر فرموندار شدند و همسر فرموندار زن پاک دامن و با ایمانی بود، شوهرش صدا زد گفت من یک پیراهن طلا باف دارم، میدونی آماده کردم برای فلان جشن عروسی، قیمتش هم چندین برابر از مالیات کل بلخه، من اگه بگم ظلم به این مردم نکن گوش نمیکن، ولی من حاضرم پیراهن طلا کوبمو بدم دست از این مردم بیچاره بله بردار. فرموندار جا خورد، دید زن طلا خیلی خوشش میاد، زن اصلا جونشه و طلا، میگی نه امشب یه جفت النگو بخره ببر برای خانمت بچه میکن. گفت احساساتی شدی؟ گفت نه، من اشک و ناله این مردم رو که میبینم تنم میلرزه، تو برای اینکه خلیفه بخوره خودتو جهنمی میکنی؟ حالا برای اینکه کار دمت دست دی خلیفه بر تو خشم نکنه این پیراهن رو من ارث پدرم درست کردم، خودت میدونی ذره ای مال تو نیست، ولی من حاضرم برای اینکه مردم این شهر نجات پیدا کنن پیراهنم بدم. پول بده به خلیفه. گفت چشم. آمد پیش خلیفه بن العباسی گفت آقا اینم مالیات مردم بلخ. گفت این که پیراهنه طلاقه، این چه مالیاتیه؟ قصه رو گفت. گفت زن و مرد فقیری داره بلخ گریه کردن، خانم من گفت من حاضرم پیراهنم رو بدم، شما دست از سر این مردم بیچاره. خلیفه خیلی متأثر و شرمسار و خجالت زده شد با این کار این خانم، گفت پیراهن رو برگردون به خانمت و من حکم میکنم که الالعبد دیگه مردم بلخ مالیات نده. پیراهن آورد پیش خانومش. گفت چرا پیراهن آوردی؟ گفت خلیفه تشکر کرد و خجالت هم کشید و مردم بلخ هم بخشید و نه امسال تا آخره. گفت تا من خلیفم و زنده هم مردم بلخ دیگه مالیات نمیخوام. زنه گفت خلیفه پیراهن منم دید؟ گفت آره. گفت یعنی چشماش افتاد به پیراهن من؟ گفت بله. گفت من این پیراهن رو دیگه تنم نمی کنم، پیراهنی که چشم نامحرم بهش بیفته به درد من نمیخوره. چیکار کنیم؟ گفت برو بفروش با پول این پیراهن یه مسجد جامعی در شهر بلخ بسازیم. پیراهن رو فروختن، قیمتی از این پیراهن رو خرج مسجد جامع بلخ کردن که هنوز این مسجد پا بر جاست. یه سوم از پول این پیراهن زیاد اومد. گفتن خانم چه کنیم؟ گفت زیر یکی از ستونهای مسجد پنهان کنید، برای اگر یه روزی مسجد نیاز به تعمیر داشت از پول این پیراهن خرجش کنید. تو این داستان چند تا پیام هست. یک، هر کاری از دستتون برمیاد برای آدم فقیر بیچاره بکنید. دو، جان از خودگذشتگی و ایثار. سه، حیای این زن. چهار، که آدم میتونه با فکر سالم با ایمان قلبیش چه خدماتی داشته باشه. لذا اگر خواستید یکی رو تغییر بدید از نظر رفتاری خودتونم باید میدون بیان. نکته بعدی، زن ها جزئی نگرن، مرد ها کلی نگر. خیلی از اختلافات بین زن و شوهر سر هم یه تیکه است. خانم مثلا روز تولدشه
غرورش هم اجازه نمیده که به شوهرش بگه من در چنین روزی این فاجعه بخشید این حادثه بزرگ به وجود آمده من به دنیا آمد. هی به شوهرش میگه امروز چه خبره؟ نمیدون. کسی مرده؟ نه. امروز برات آشنا نیست؟ نه بابا ما اینقدر بدبختی داریم آچکام. چی میگی تو؟ امروز خیلی مهمه. چی شده؟ ناراحت میشه. میگه بس معلوم میشه تو علاقه به من نداری. چرا؟ چون تاریخ تولد من تو ذهنت. زن ها اینجوری هست. امروز میری میبینی سفره پهن کرده خیلی قشنگ و یه چهار تا شمع هم روشن کرده و خیلی پروانه‌ای و ملکوتی و اینا. ما مردم وقتی گرسنه‌مون باشه چه حمله میکنیم به سفره. جارو برقی دیدی چجوره همه رو زنه میبینه این تو داری میخوری این خیالت هم نیست که چرا امروز شمع گذاشتن. راستی این شمع قشنگه. آره برای مادر خدا بیامرزت گذاشتی. امروز یه اتفاقی سالگرد ارتحالی ازدواج یه چیزی. نه بابا من خود امروز ازدواج. ببین شما مرده چقدر سنگ دادی بیخیالی. معلوم میشه تو دیگه مثل اوائل زندگی منو دوست نداری. زار زار گریه و زنم که دیدید به گریه میفتن التماس دعا. زود میگه دیگه منو دوست نداره به خاطر اینکه نمیدونه امروز سالگرده. زن اینطوریه. آرایش میکنه میاد جلو شوهر تو یه کلمه نمیگی مبارک باشه. نگاه کن تو قرآن نگاه کن. تو لیاقت نداری من زنت باشه. هی میاد میگه من یه تغییری امرو نکردم. یک تو چاختر شدی. خوب نگاه کن بابا ولم کن داره به قرآن ما وعده کردیم بخواییم بریم. پس معلوم میشه دیگه به من خوب توجه نمی کن. زن اینجوری مرد و کلی نگرن. یعنی مجموعه صفات همسرشون نگاه میکنن و بهش نمره میده. خب جزئی نگر آج آقا بده؟ نه برای زن خوبه. آقا برای که تفاهم بشه زنا دست از جزئی نگراش بردارن مردا کلی نگری نکنن جزئی نگری. نه 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 هر کسی کار خودشو بکنه. ولی خانم بیون ذاتن مرد با زن فرق میکنه. فکر نکن اگر امروز نمیدونه تو تولدته دوست نداره. مرد کلی نگاه میکنه میگه زنم عفیفه نجیبه عزیزه محجبه است مؤمنه از من نسبت به خدا با اعتقاد تر. اینا رو نگاه میکنه. یک نکته بعدی زنا تو بیان احساساتشون نسبت ما مردا خیلی جلوترن. یه قانون باید زن و مرد دقت بکنن. مرد نمیتونه مثل زن هی بگه قربونت برم فدات بشم. شما زنا رو ببینید همه الفاظ عاطفی همه الفاظ روحی. قربونت برم فدات بشم عشق منی قلب منی دوست دارم. وقتی هم ناراحت میشن ایوه خاک به سرم ایوه فلان. حالا مثلا یه مرد با دو کیلو سیبیل ببینید ایوه خاک به سر خیلی بده. واقعا شما خانم ها دورید شوبراتونه با خوهری بشه تا میاد وارد بشه ایوه خدا مرگم بده. خواهی که بده برا مرد اینجوری هست زنونه حرف بزنه. این حرفا برا زن قشنگ. زنم بیاد مثل لاته حرف بزنه مخلصیم نوکریم ارادت داریم خیلی بده. زن باید اونجوری حرف بزنه مردم اینجوری. قاطی نکنیم مسائل رو. چرا شوهر من به من نمیگه دوستت دارم؟ بابا مرد با عمل عشقشو نشون میده. این شما زن هستید که الفاظ رو به کار میبرید. خب اگه عاشقتون نبود دوستتون نداشت خب اینقدر زجر نمیکشید اینقدر صدمه نمیخورد. همین با عمل که داره خودشو به آب و آتیش میزنه شما به پاه برسید. آیا این عشق نیست؟ این علاقه نیست؟ چرا بعضی از خانم ها میان دستی دستی زندگیشون رو تلخ میکنن؟ چرا شوهر من به من نمیگه دوستت داره؟ خب آخه مرد چجوری بگه دوستت داره؟ و یازدهمین مطلب این خیلی مهمه.
مدیریت بر خشم و عصبانیت خود داشته باشه. بهترین واژه برای خشم و عصبانیت اینه که خشم مثل نیروی اتمی میماند. خب انرژی اتمی، نیروی اتمی رو دو جور میشه ازش استفاده کرد. یه جور بمب اتم درست کنی همه رو ویران کنی، یه جور از همین نیروی اتمی برای مصارف صلح‌آمیز استفاده کنی. خشم همه جا بد نیست، گاهی این خشم یه آدم بره بالا. دیدم من نمونه هاشو، دیدم پدر خانوم به دامادش گفت یا شوقی یا جدی بیارزه ای تو جوون. دیده با این توهینی که پدر زنش کرده دو جور میتونه انجام بده، دو کار میتونه، یکی این که بزنه دعوا کنه بکوبه آتیش فلان، دیده نه پدر زنش آخه بزنه تو گوشه پدر زنه فوشش بده بزرگتر، یه ام میخوان با هم زندگی کنن. جوان عاقل گفته بود من این توهین پدر زنم رو تحمل کردم، اما اون خشمی که در وجود من به وجود آمد یه نیروی به من داد که به خودم گفتم من هر طوری بشه باید هنرم رو شورم رو شوقم رو جدیتم رو تلاشم رو به این پدرزنم نشون بدم. و بعد بهش گفتم این خونه رو از کجا آوردی؟ گفت اگه او توهین در زن ما نکرده بود ما حالا این خونه رو شبانه روز دویدم برای اینکه به پدرزنم بگم اشتباه میکنی، من بی‌عرضه نیستم. گاهی خشم و غضب میتونه کانال بکنه، میتونه هم سد و خراب کنه. بگید بله؟ سیل را بندازه همه رو بیرون کن. از یکی از قوانین تو زندگی اینه هر وقت عصبانی شدید عصبانیت مثل یه اسلحه میمونه، مبادا لوله اسلحه رو تو سینت یا تو سینه زن و بچت بگیری شلیک کنی خودتو زن و بچت رو عبم ببری ها. بگیر در مقابل مشکلات زندگی، مشکلات رو نابودش کن نه خودتو نابود کن. خشم و غضب میتونه مؤثر باشه برای اینکه ما رو زودتر به قله و کمال برسانه. از یکی از قوانین اینه زود که از کوره در رفتی مواظب باش اره نشی، مواظب باش خراب نکنی. از ادیسون میخوندم زندگیشو، خیلی خوشم آمد. 84 سالش بود ادیسون، مرد. بیش از 2500 اختراع رو و فرضیه علمی رو به جا گذاشت. در زندگی نامه ادیسون دیدم نوشته بود که گاهی تو آزمایشاتش برق میگرفتش نصف بدنش رو میسوزون، پرتش میگن اون طرف خونش خورد میشون. میگفتن هر وقت تو آزمایشاتش به بن‌بست میرسید میخندید، عوضی که عصبانه بشه میخندید. میگفتن چرا میخندی؟ گفت فرق بین من و شما اینه، شما وقتی به بن‌بست میرسید قاطی میکنید، ولی من شکست رو اینو پیروزی میدانم. حداقل فهمیدم در این مسیر به نتیجه نمیرسم، خود ای پیروزی. لذا وقتی آدم به بن‌بست میرسه نباید تمام نیروش رو هدر بده از بنده. اینو میگن مدیریت در بحران، که خود این یه کلاس 5 جلسه‌ای میخواد از نظر روانی، تخت سیاهی باشه، وایت بوردی باشه، کلاس درسی باشه، اسلایدی باشه، بعض از لوازم آموزشی مثل اوپک و اینا باشه، فیلم دم بگذاره دقیق نشون بده. کلاس دانشگاهی میخواد، رو منبر نمیشه. فقط سربسته اون چه به درد شما میخوره اینه که بیاین خشمهاتون رو به نفع خودتون برای رسیدن به کمال و به قله سعادت ازش استفاده بکنین. مبادا این خشم پلای پشت سرتون هم بله خراب بکنه. خدا به حق امام زمان عاقبت همه ما رو ختم به خیر بفرمایه. صلوات محمدی خیر.